نتیجه تقلید از غرب میدونی چیه؟ تقلید کورکورانه. در 15 جولای 1972 ساعت 3:23 امریکایی‌ها در سن لوئیس بمب گذاشتن، یک منطقه و یک محله رو آوردن پایین، محله‌ای که بابت معماریش جایزه گرفته بود. چرا؟ این معماری مدرن ما کسایی که توی زندگی می‌کردن تبدیل شدن به یک مش حیوان وحشی. ماجرای پروت آیگوه، بزنید فیلمشو ساختن امریکایی‌ها. رد گلوله‌ها رو دیوار، قتل عامی که اونجا صورت می‌گرفت که نگید. میدونید چی بود خونه‌هاشون؟ همینا که ما داریم. آپارتمان نشین بوده. مدرنیته میدونی دنبال چی بود؟ دنبال حد اکثر کردن. میگه بشکن این ضوابط مزخرفی که واسه خود گذاشتی. تون تون خونه بساز. تو خودت برمیگشتی یه بنای میآوردی. فکر مثلا مدل باغچه مرکزی که ما تو ایران داشتیم گوتره. میدونی چرا؟ چون خاک همون خونه است. یعنی وسط برمیداشتن با همون خونه درست میکردن، همون وسط که گوت شده بود، یعنی به عنوان مساله از خود زمینت استفاده میکردی تو، نه که همشا بخشیش. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه ول کن بابا، کامیون کامیون میاد. من خودم شرکت میشناسم در ایران، از 0 تا 100 خونه رو تو کارخونهشون میتونن تولید کنن. یعنی همه چی، دیوارا، همه چی کارخونه، پیچ و مار کمر. ما بعد ببینیم برای چی برای شکل دیوارا بودن اینجوری شدن. یعنی وای ما با چه جماعتی طرفیم عزیز من. یارو 50 سال پیش بمب گذاشته، ترکونده، گفته پایان مدرنیسم در معماری و شروع چی؟ پست مدرن. خب بعد الان داره اونجا مثل 50 سال، مثل تازه اون 50 سال پیش شروع نشدن که، قبلتر شروع شدن. برید شما معماری مکتب شیکاگو رو نگاه کنید ببینید چه جور شکل میگیره. بعد اون میاد تبدیل میشه چی؟ و الان دارن یارو اون، ببخشید اینجوری میگم، یارو یه چیز خورده بالا آورده، این الان اینجا داره قاشق میزنه. همینه، به همین اهلی که گفتید. بعد حالا از کجا معلوم پست مدرنیسمش که رفت؟ همین الانش هم نقد اینا به مدرنیته چی بود؟ تو شما هیچی لحاظ نمی کنید، خونه رو هم کردید کارخونه. تفکر صنعتی خونه میخواست، چون کارگر خونه میخواست. این الان بدبختایی هن که به استعمار کشیده شدن تو چین، خبر ندارن که. بعد چی الان مهمه بگو؟ رشد اقتصادیه چین. اصالت انسان، من بهتون گفتم، گفتم منجر میشه به اگوسنتریسم. فقط اصالت کی؟ خودم، گور بابای بقیه انسان ها. خود انسان انسان خواهد کشت. ابدا مهم نیست اون آدمی که اونجا زندگی میکنه. اون شهر، خب بابا اینا رو چرا اونجا، این باید بمونه اونجا، کارخونهش اونجاست، باید کار کنه. بعضی از اینها رو من تحقیق میکردم، دو نسل خونواده در 20 متر مربع زندگی میکرد. پدر و مادر بچه‌شون بزرگ شده، ازدواج کرده، زنش آورده تو خونه، نوه‌دارم شدن. شکل این آپارتمان‌ها رو ببینید که یه خورده قرمزه، چقدیه از آدمایی که دارن زندگی میکنن. این چه فرقی داره با اون مرغی؟ مرغداری رفتی، مرغ تخم‌گذار توی یه قفس بیرون هم نمیتونه بیاد، فقط باید بخوره، پایینش هم یه دونه شکلی وجود داره که تخمو جمع میکنه، تموم شد.